سلام، وقت بخیر. نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. در ادامه درس آموزش طراحی رسیدیم به جنسیت سازی ها که در این درس میخوایم جنسیت فلز رو تجربه بکنیم. اولین گام برای سایه زدن شناخت تیرگی ها و روشنی های کاره و اینکه یاد بگیریم چطوری اونها رو با مداد نشون بدیم. این رو در ویدیوی جدول تونالیته کامل توضیح دادم. لطفاً اون ویدیو رو ببینید. جدول تونالیته رو تمرین بکنید، بعد بیاین سراغ جنسیت سازی ها. طرح اولیه رو با مداد خیلی کم رنگ میکشیم. من اینجا طرحم رو پررنگ میکشم برای اینکه تو ویدیو مشخص باشه و شما بتونین ببینید. بعد از اینکه کارم تموم شد یا طرحم رو کم رنگ میکنم یا مثل الان توی کاغذ جدید منتقل میکنم. برای سایه زدن با مداد اولین و مهمترین نکته اینه که نوک مدادمون حتما تیز باشه و با تیزی نوک مداد سایه بزنیم. یعنی اینکه یه کوچولو که سایه زدیم مداد رو تو دستمون میچرخونیم تا بتونیم از نوکش به بهترین شکل استفاده بکنیم. حرکت رفت و برگشتی نداریم و فقط در یک جهت سایه میزنیم. مثلا اگر دارین از چپ به راست میزنین کلشو به همون حالت باشه، دیگه از راست به چپ سایه نزنیم. جاهایی که تیره تر هست میتونم خطوطش رو یه مقدار پررنگ بکنم، ولی خطای دور کار رو هیچ وقت به صورت دورگیری کامل پررنگ نکنید. بعضی جاهاش پررنگ تره، بعضی جاها کم رنگ تر. توی سایه زدن نگاه کنین، خطوطم انقدر نزدیک به هم رسم میشن که یک سطح رو برای من ایجاد میکنن. برای اینکه تیرگی ایجاد بکنم لازمه که لایه لایه سایه ها رو روی هم بزنم تا اون قسمت تیره بشه. با فشار دست سعی نکنین این کار رو انجام بدین. یکی از ویژگی های استیل اینه که تصویر اونچه که روبروش هست رو داخل خودش نشون میده و تقریبا مثل آینه عمل میکنه. بنابراین همیشه روی استیل ممکنه که تصویر یه چیزی رو ببینیم و لازمه که فرم اون رو روی کار مشخص کنیم و سایه بزنیم. ببینید، برای اینکه جنس استیل رو بتونم نشون بدم لازمه یه قسمتایی خیلی تیره تر باشه و یه قسمتایی نور خیلی شدید داشته باشه و روشن بمونه. بنابراین با نوک تیز مداد دوباره یه قسمتایی رو پررنگ تر میکنم. ویژگی استیل همین کنتراست بالاشه. کنتراست یعنی تضاد، یعنی اختلاف تیرگی روشنی. یعنی ما توی استیل باید تیرگی شدید و روشنی شدید رو کنار هم داشته باشیم برای اینکه حس فلز رو بتونیم ایجاد بکنیم. یه قسمتایی از کار رو لازمه که تونالیته بزنیم، یعنی نرم از تیره به سمت روشن حرکت بکنیم. بنابراین تمام قسمتای کار به این صورت نیستش که سایه های تیکه‌ای زده بشه و یه جاهایی احتیاج داریم که تونالیته داشته باشیم که نشون بدیم این کار حجم داره. این قسمت رو همونطور که میبینی تصویر اونچه که روبروش بوده داخلش افتاده، بنابراین یه سری خطوط و طرح‌های تیره روش داره که اینها رو مشخص میکنه. دقت کنید که داخل کارتون دونه سفید زیاد نداشته باشین. یه مقداری سایه هامون همیشه دوندون میشه، اون به خاطر بافت کاغذ یا مقوامونه. ولی اگر این دونه های سفید یا سیاه بیشتر از بافت کاغذ بشه کار رو خراب میکنه و بافت اون محصولمون رو زبر میکنه که نمیخوایم زبر باشه، چون فلز روش یه سطح صاف داره. بنابراین تمام دونه های سفید رو با تیزی مداد کامل میگیریم. قطرات آب رو هم مشخص کردم. روی اینها هم یه مقدار تیرگی روشنی داریم برای اینکه بتونیم نشون بدیم که این قطره آبه. هر قسمتی رو که داریم سایه میزنیم اول حدود تیرگی روشنیش رو مشخص میکنیم، بعد روی سایه های اون قسمت کار میکنیم، چون ممکنه که توی طرح اولیه تمام خط و خطوط روی کار رو مشخص نکرده باشیم. بنابراین در حین کار میتونیم یه سری خط اضافه و کم بکنیم. در تصویر شیر آب میبینیم که این قسمت یه مقداری رسوب روش گرفته، چون شیر آب قدیمیه.
من چون هدفم جنس استیل هست نمیخوام اونها رو نشون بدم و مخصوصا یه مقدار توی سایه های این قسمت تغییر ایجاد کردم که حس فلز رو بیشتر توی کار بتونم نشون بدم. توی طبیعت بیجان اجازه داریم یه مقدار دخل و تصرف توی کارمون داشته باشیم. البته تو طرح‌های اولیه سعی کنید کامل مطابق مدل اجرا بکنید، بعد که دستتون رو افتاد میتونید یه تغییراتی ایجاد بکنید. ولی خب اگر این طرح چهره بود قطعا من نمیتونستم تغییر ایجاد بکنم چون صورت اون شخص تغییر میکرد. و در نهایت با مداد B4 یه مقدار تیرگی های کار رو بیشتر میکنم. همونطور که گفتم توی استیل کنتراست خیلی مهمه. بعد از اینکه کار تقریبا تموم شد میبینیم سمت راست کارمون تقریبا حجیم تره و اصطلاحا سنگین تره. برای اینکه تعادل کارم حفظ بشه سمت چپ رو یه مقدار تو قسمت زمینه سایه میزنم و با این هاشورهای عمودی میتونم به کارم کمک بکنم. اسمم هم سمت چپ مینویسم پایین که بتونه به تعادل کارم کمک کنه. غیر از استیل 5 نوع جنسیت دیگه داریم که لطفاً براشون وقت بذارین و اونها رو تجربه کنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنین و اگر دوست دارین در درس‌های بعدی با ما همراه باشین سابسکرایب کنین. شاد و سلامت باشین.